بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. یک سال پس از 7 اکتبر، عواقب و چالش ها در خاورمیانه. ورود غیرقانونی داروهای لاغری به ایران، تهدیدی برای سلامت و اقتصاد کشور. کانال مانش همچنان قربانی می گیرد. و اعلام وضعیت فوق‌العاده در بوسنی و هرزگوین. وقت شما بخیر. یک سال از 7 اکتبر 2023 می‌گذرد، روزی که آغاز درگیری‌های شدید در خاورمیانه به شمار می‌رود. در این مدت بیش از 41,000 نفر در غزه جان خود را از دست داده و میلیون ها نفر به دلیل بحران های انسانی و اجتماعی آواره شدند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم میبینیم. 7 اکتبر 2023 آغاز درگیری های شدید در خاورمیانه بود که تبعات آن هنوز بر زندگی میلیون ها نفر سایه افکنده است. در یک سال گذشته مردم غزه و دیگر مناطق تحت تاثیر این درگیری ها با بحران های انسانی و اجتماعی متعددی روبرو شدند. طبق گزارش ها بیش از 41,000 نفر در درگیری های غزه جان خود را از دست دادند و نزدیک به 1.5 میلیون نفر آواره شدند. در لبنان نیز درگیری ها و نارامی ها باعث کشته شدن صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شده است. وضعیت اسفبار انسانی و تخریب زیرساخت‌ها در این منطقه نه تنها موجب افزایش انتقادات بین المللی به نقض حقوق بشر شده، بلکه چشم‌انداز صلح و ثبات در خاورمیانه را نیز کمرنگ کرده است. تخریب گسترده زیرساخت‌ها به ویژه اماکن مذهبی و آموزشی زخم‌های عمیقی بر هویت فرهنگی این جوامع باقی گذاشته است. در غزه بیش از 800 مسجد و ده‌ها مرکز آموزشی و بهداشتی ویران شدند. همچنین حدود 2 میلیون نفر در این منطقه به خدمات اولیه مانند آب و غذا دسترسی ندارند و شرایط زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها به شدت دشوار است. این وضعیت نه تنها موجب افزایش فشارهای بین المللی و انتقادات جهانی به رفتارهای انسانی و نقض حقوق بشر شده، بلکه به فرسایش اعتماد به نهادهای سیاسی و اجتماعی در این منطقه دامن زده است. با نزدیک شدن به سالگرد این درگیری ها، امیدها برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه کمرنگ به نظر می رسد. در این راستا نیاز به همبستگی و اقدام مشترک از سوی کشورهای اسلامی و جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ادامه این بحران چالش های جدیدی را برای امنیت و ثبات در منطقه ایجاد خواهد کرد و ضرورت توجه فوری به وضعیت انسانی را افزایش می دهد. این شرایط ضرورت انسجام گسترده و اقدام فوری از سوی نهادهای بین المللی و مراکز حقوق بشری را بیش از پیش نمایان می سازد. سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای شریف نژاد سلام. با گذشت یک سال از درگیری های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشمانداز آینده این درگیری ها چیست؟ بفرمایید. من صدا ندارم. جناب شریف نژاد صدای منو دریافت میکنید؟ بله، الان صداتون رو دارم. بله.
جناب شریف نژاد، با گذشت یک سال از درگیری‌های شدید در خاورمیانه، به نظر شما مهمترین چالش‌ها و عواقب انسانی این بحران برای مردم منطقه چه بوده و تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این درگیری‌ها چیست؟ من به وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. 7 اکتبر ساعت 6 صبح 7 اکتبر سال میلادی گذشته شروع یک فصل جدیدی در بحران‌های خاورمیانه بود و این فصل جدید در بحران‌های خاورمیانه باعث گستردگی این بحران در سطح خاورمیانه شد. این گستردگی تا جایی رسیده که امروز بیش از 42,000 نفر انسان بی‌گناه کشته شدند، بیش از 3,746,000 نفر آدم در این جغرافیا آسیب دیدن و میلیون‌ها نفر آواره شدند. بحرانی که شاید شروع کنندش تفکر بنیادگرایی بود، ولی تکمیل کننده این بحران یک تفکر رادیکال تر و خصمانه تری نسبت به مردم هست که تئوریست، یک باند تئوریست این تفکر و باعث شده که منطقه دچار این بحران باشه. امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، من حداقل در همین لبنانی که دارم با شما صحبت میکنم، همین امروز متاسفانه تعداد از افرادی که من خیلی بهشون علاقه من بودم و مورد احترام بنده بودن از دست دادم و با دستای خودم اینها رو توی غرب گذاشتم. این وضعیتی است که متحمل گفتمانهایی است که قائل به عقلانیت نیستن، قائل به نظام حقوق بین الملل نیستن، قائل به گفتمانهای بشردوستانه نیستن و هیچ گونه کد خدا منشی رو قبول ندارن. نه طرف اسرائیلی، نه طرف به اصطلاح محور مقاومت هیچ گفتمان کد خدا منشی رو قبول نداره و نهادهای بین المللی که فقط حرفن، فقط در لفافن، نه در عمل هیچ کاری رو برای مردم نکردن و معلوم نیست که آینده این جنگ چه خواهد بود. آیا ما بازم باید بشینیم و ببینیم که نهادهای بین المللی فقط حرف میزنن یا واقعا ما میتوانیم دوباره صلح رو در این منطقه شاهد باشیم؟ واقعا این مردم این سرزمین های که دچار بحران هستن، مردم مظلومی هستن، مردم هستن که قربانی سیاست هایی دارن میشود که اگر جلوی این سیاست ها گرفته نشود، ما آیندی تاریکتری رو در این مناطق شاهد خواهیم. بله، ممنونم. با تشکر از سید علی شریف نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزیر دفاع سومالی اعلام کرده که بیش از 100 عضو گروه سنی های تندروی الشباب در عملیات ارتش ملی سومالی در استان گلگادود کشته و تعدادی زخمی شدند. این عملیات با حمایت مردم محلی و شرکای بین المللی انجام شد. الشباب شاخه القاعده در آفریقا سالهاست که در تلاش است تا کنترل سومالی را به دست گیرد. در مقابل، دولت موگادیشو عملیات‌های نظامی علیه این گروه تروریستی را تشدید کرده است. این درگیری‌ها بخشی از سومالی را به صحنه جنگی خونین تبدیل کرده است. نیروهای شبه نظامی عراق طی عملیاتی یک مسئول مالی گروه سنی‌های تندروی داعش را در موصل بازداشت کردند. این فرد که مسئولیت امور مالی در این گروه در استان نینوا را بر عهده داشت، اعتراف کرد که گروه قصد حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی داشته است. نیروهای امنیتی عراق همچنان به جستجو و پاکسازی مناطق مختلف کشور برای جلوگیری از ظهور مجدد عناصر فراری گروه سنی‌های تندروی داعش ادامه می‌دهد. این اقدامات بخشی از تلاش‌های مستمر عراق برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت داخلی است. در درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و افراد مسلح ناشناس در وزیرستان شمالی
6 سرباز پاکستانی کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری ها در منطقه مرزی با افغانستان رخ داد و رسانه های پاکستانی روز شنبه 14 مهر گزارش دادند که این حادثه شب گذشته اتفاق افتاده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیرستان شمالی در سالهای اخیر شاهد فعالیت گروه های مسلح و درگیری های متعددی بوده است. درگیری های میان حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و پلیس این کشور منجر به زخمی شدن بیش از 80 پلیس شد. این تظاهرات از استان خیبر پختونخوا، جایی که حزب عمران خان در قدرت است، به سمت پایتخت برای اعتراض و فشار به دولت به راه افتاد. هدف اصلی این اعتراضات درخواست آزادی عمران خان و مقابله با ائتلاف حاکم بود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که معترضان به پلیس شلیک کرده و از گاز اشکاور علیه نیروهای امنیتی استفاده کردند. درگیری ها همچنان در برخی نقاط ادامه دارد. در بنگلادش حدود 300 نفر که بیشتر آنها کشاورزان روستایی بودند بر اثر صاعقه جان باختند. بر اساس گزارش منابع محلی از فوریه تا سپتامبر امسال 297 نفر از جمله 242 مرد و 55 زن بر اثر صاعقه کشته شدند. این مرگ و میرها در فصل‌های بارانی که آب و هوا از خشک به مرطوب تغییر می‌کند رایج است، اما تلفات ناشی از صاعقه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. کارشناسان تغییرات آب و هوایی را عامل اصلی این افزایش مرگ و میر می‌دانند. دانشمندان با مشارکت 9 میلیون پوندی بین مؤسسه فرانسیس کریک و 5 مرکز NHS، خیریه‌ها و شرکت‌های علوم زیستی در حال بررسی اثر بخشی درمان‌های جدید ایمونوتراپی سرطان هستند. این پروژه 4 ساله به دنبال کشف روش‌های جدیدی برای تشخیص سرطان و بهبود درمان‌های موجود است. این طرح بخشی از پروژه‌های وزارت علوم و فناوری انگلستان است که با یک بسته 118 میلیون پوندی از توسعه فناوری‌های نوین سلامت مانند اسکنرهای ارزان‌تر و آزمایش‌های سریع‌تر با کمک هوش مصنوعی حمایت می‌شود. هدف این تحقیقات ارائه درمان‌های مؤثرتر از شیمی درمانی و نمونه برداری است. تب دنگی یا استخوان شکن جان یک مرد جوان را در استان ننگرهار در شرق افغانستان گرفت. منابع محلی اعلام کردند که این فرد حدود یک ماه پیش به این بیماری مبتلا شده و به تازگی جان خود را از دست داده است. به گفته منابع بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی در اوایل سال جاری از گسترش تب استخوان شکن در این منطقه هشدار داده بود. این بیماری ویروسی از طریق پشه‌ای به نام آیدز منتقل می شود و می تواند عوارض جدی برای مبتلایان ایجاد کند. نیاز به اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری در این مناطق به شدت احساس می شود. کشورهای اروپایی به شدت به پزشکان و پرستاران خارجی وابسته‌اند تا کمبود کادر بهداشت و درمان خود را جبران کنند. با پیر شدن جمعیت و افزایش مشکلات بهداشتی، نیاز به نیروی کار در این بخش هر روز بیشتر می شود. برای مثال، در آلبانی فارغ التحصیلان دانشکده‌های پزشکی ملزم به کار 3 ساله در کشور خود هستند و تنها پس از آن می توانند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این سیاست به منظور کاهش مهاجرت پزشکان آلبانیایی وضع شده است. به طور کلی با افزایش سن کادر درمان و کاهش علاقه به حرفه پرستاری، اکثر کشورهای اروپایی در تلاشند تا نیروی کار خارجی بیشتری جذب کنند. ورود غیرقانونی داروهای معروف کاهش وزن مانند اوزمپیک و مونجارو به ایران که با قیمت‌های 15 تا 40 میلیون تومان به فروش می‌رسند،
نگرانی های را درباره سلامت عمومی و ناهنجاری های اقتصادی ایجاد کرده است. این داروها بدون نظارت دقیق از طریق مسافران خارجی وارد کشور شده و در داروخانه ها، کلینیک های زیبایی و سایت های اینترنتی عرضه می شود. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. در ماه‌های اخیر داروهای معروف کاهش وزن مانند اوزمپیک و مونجارو به صورت غیرقانونی از کشورهای خارجی مانند ترکیه، کانادا و آلمان به ایران وارد شدند. این داروها با قیمت‌های هنگفتی در برخی داروخانه‌ها و کلینیک‌های زیبایی به فروش می‌رسند. این داروهای تزریقی که به طور ویژه برای کنترل دیابت و کاهش وزن طراحی شدند بدون نظارت دقیق به دست مصرف کنندگان میرسند و با قیمت‌های 15 تا 40 میلیون تومان برای هر دوره درمان به بازار عرضه می‌شوند. مسافران خارجی این داروها را به صورت مسافری وارد کشور کرده و به شکلی غیرقانونی در اختیار برخی از پزشکان، کلینیک‌های زیبایی و حتی در سایت‌های اینترنتی قرار می‌دهند. این وضعیت نه تنها سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند، بلکه مورد ناهنجاری های اقتصادی در بازار دارویی کشور نیز شده است. استفاده از این داروها بدون نظارت دقیق پزشکی می تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی تا کنون هشدارهایی در مورد خطرات احتمالی این داروها دادند، اما ورود غیرقانونی آنها همچنان ادامه دارد. گفتنی است که در آموزه‌های دینی نیز تجارت و استفاده از داروهایی که بدون مجوز و تشخیص اهل خبره و پزشک مصرف می‌شوند نه تنها حرام است، بلکه ممکن است به سلامتی افراد آسیب برساند. لذا ضروری است که نهادهای مسئول با نظارت جدی‌تری از ورود و توزیع این داروها جلوگیری کنند و مردم نیز نسبت به خطرات استفاده از آنها هوشیار باشند. در یک حادثه تلخ، مقامات فرانسه اعلام کردند که چند مهاجر از جمله یک کودک خردسال در تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا جان خود را از دست دادند. برونو رتالو وزیر کشور فرانسه در بیانیه اعلام کرد که این کودک در قایق زیر پا مانده و جان باخته است. وی قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی این فاجعه دانست و بر لزوم مقابله با این جنایت ها تاکید کرد. هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد و تابعیت مهاجران منتشر نشده است. این حادثه در حالی رخ داده که در ماه گذشته نیز چند مهاجر از ایران و افغانستان در حادثه مشابه جان باختند. بر اساس گزارش های سازمان بین المللی مهاجرت، تا کنون بیش از 50 نفر در سال جاری در این کانال جان خود را از دست دادند. این تعداد بالاترین میزان ثبت شده از سال 2021 است و نشان دهنده افزایش شدید خطرات این مسیر مهاجرتی است. بسیاری از این مهاجران به دلیل شرایط ناامن در کشورهای خود مجبور به انتخاب چنین راه‌های پرخطری می‌شوند. دولت بوسنی و هرزگوین به دلیل وقوع رانش زمین و سیل مرگبار وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. اخبار و تصاویر هوایی حاکی از آن است که بسیاری از شهرها و روستاها پس از طغیان رودخانه ها زیر آب رفته و سیلاب جاده ها و پل ها را تخریب کرده است. تا لحظه انتشار این خبر دست کم 19 نفر جان باخته و برخی از مردم نیز ناپدید شدند. همزمان با این بحران، سطح آب در برخی از رودخانه های کرواسی نیز در حال افزایش است و دولت زاگرب هشدار داده که خطر طغیان در برخی مناطق وجود دارد. در ماه گذشته بخش اعظم اروپای مرکزی تحت تأثیر سیل قرار گرفت و ویرانی های زیادی در لهستان، جمهوری چک و رومانی به ثبت رسید. دانشمندان تأکید کردند که وقوع چنین سیلاب هایی به دلیل تغییرات اقلیمی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به شرایط بحرانی در بوسنی و هرزگوین و مناطق همجوار، نیاز فوری به کمک‌های انسانی و اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران احساس می‌شود. نتایج اولیه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب بهارات یا جاناتا BJP به
به رهبری نارندرا مودی در انتخابات ایالتی مهم هند مانند هاریانا با شکست روبروست. حزب کنگره و متحدانش در این ایالت‌ها به پیروزی نزدیک شدند. این وضعیت به معنای تضعیف حمایت عمومی از بی جی پی و نشان دهنده نارضایتی مردم از عملکرد دولت و عملکردهای این دولت در مسائل اقتصادی، اجتماعی و مذهبی است. در هاریانا یکی از استانهای کلیدی مخالفان به پیشرفت قابل توجهی دست یافتند. این نارضایتی به ویژه به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های خود در مورد بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان بوده است. در مناطق هیمالایا و جامو و کشمیر نیز مخالفان برتری دارند که نشان از ناامیدی عمومی نسبت به سیاست‌های تفرقه افکنانه دولت است. این نتایج می‌تواند تأثیرات زیادی بر انتخابات سراسری هند در سال 2024 بگذارد و چالشی جدی برای حزب حاکم ایجاد کند. در صورت ادامه این روند، حزب بهاراتیا جناتا باید تلاش کند تا پیش از انتخابات ملی حمایت عمومی خود را بازسازی کند. سازمان بهداشت جهانی WHO اولین آزمایش تشخیصی فوری برای ویروس امپاکس را تایید کرد. این آزمایش جدید که به روش PCR بر روی DNA گرفته شده از ضایعات پوستی انجام می شود، قادر است وجود یا عدم وجود امپاکس را به سرعت تشخیص دهد. با توجه به اینکه تشخیص فعلی ویروس امپاکس در آزمایشگاه ها انجام می شود و بیماران و پزشکان برای دریافت نتایج باید چندین روز منتظر بمانند، این آزمایش جدید می تواند به کاهش زمان انتظار و بهبود پاسخگویی به موارد مشکوک کمک کند. سازمان بهداشت جهانی به تازگی اعلام کرده است که در سال جاری در آفریقا بیش از 30,000 مورد مشکوک به امپاکس گزارش شده است، در حالی که تنها کمتر از 40% این موارد از طریق آزمایش‌های موجود تایید شده است. با توجه به افزایش موارد جهانی این ویروس، آزمایش فوری می‌تواند نقشی حیاتی در کنترل شیوع و جلوگیری از گسترش آن ایفا کند. به این ترتیب دستیابی به یک ابزار سریع و مؤثر برای تشخیص امپاکس می‌تواند به افزایش سلامت عمومی کمک کند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت حالا نزدیک به 100 روز بعد از وعده‌ها و انتخاب مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 14، اصلی ترین مطالبه همچنان موضوع فیلترینگ است. این روزنامه در ادامه نوشت اکنون انتظار از دولت پزشکیان به سوی شخص او و وزیر جوانش معطوف شده است. روزنامه اعتماد افزود وزیری که انتقاداتی به او وارد شده و نباید به مرور زمان پشت سپر بی اختیاری در این حوزه قرار بگیرد. این روزنامه ادامه داد مدت زمان سپری شده از عمر دولت اگرچه شاید برای نهایی شدن رفع فیلترینگ کافی نباشد، اما زمانی کافی برای برنامه ریزی های اولیه در این زمینه بوده است. از این رو مردم منتظر یک گزارش شفاف در این زمینه هستند. گزارشی که بر اساس میزان عمل به تعهدات مسعود پزشکیان باشد، کسی که وعده داده بود در مقابل کشفهمی های این دوره ایستادگی خواهد کرد. در پایان روزنامه اعتماد بر این نکته تاکید کرده که شفاف سازی در زمینه فیلترینگ می تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. یک سال پس از 7 اکتبر، عواقب و چالش‌ها در خاورمیانه. ورود غیرقانونی داروهای لاغری به ایران، تهدیدی برای سلامت و اقتصاد کشور. کانال مانش همچنان قربانی می‌گیرد. اعلام وضعیت فوق‌العاده در بوسنی و هرزگوین. شکست احتمالی حزب حاکم هند در انتخابات ایالتی. اولین تست فوری امپاکس از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید شد.
و درخواست روزنامه اعتماد از دولت ایران برای شفاف سازی درباره فیلترینگ. بینندگان گرامی، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایا رو نگهدارتون.